مطالبی که در این کلیپ خوانده میشه مطالب بسیار جالبی هست و شما هم میتونید گوش کنید اگر پسندتون بود و برای شما هم جالب بود خواهش میکنم که این ویدیو رو به دیگران هم ارسال کنید بعضی از افراد توهمی نموده و گفتند اگر انسان گناهی انجام دهد آثار آن گناه در نفس باقی است حتی اگر توبه کامل هم کند و خداوند او را ببخشد باز هم آن آثار از بین رفتنی نیست این سخن بسیار اشتباه و مخالف آیات و روایات می باشد خداوند متعال میفرماید فرماید الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا و اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات آیه هفتاد سوره فرقان مگر کسی که توبه و بازگشت نماید و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد پس اینان هستند که خداوند کردار زشت و سیعات آنان را تبدیل به خوبی ها و حسنات می کند در حدیث معتبر داریم که اتا ابو من الذنبه کمن لا ذنب له توبه کننده از گناه مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است حضرت امیر علیه السلام فرمود از توبتو تو تهر القلوب و تغسل الذنوب توبه دلها را پاک می کند و گناهان را می شوید. یکی از بزرگان در زیل آیه 21 از سوره اعراف که می فرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف و من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون حقا کسانی که تقوا پیش نمودند هرگاه وسوسه های شیطان به سراغ آنها بیاید متذکر یاد خداوند شده و در این هنگام بینا میشوند مطلبی دارد که مضمونش این است یکی از سالکان الله دستوری از استادش انجام داده بود که آثاری در وی گذاشته بود از جمله این که میگوید روزی برایم مکاشفه ای دست داد و دیدم از دو طرف سجاده ام حیواناتی مانند روتیل، اقرب، موش و امثال اینها خارج می شود. وقتی قضیه را برای استاد بیان کردم گفت ریشه بعضی از گناهان را از نفست قطع کردن. یعنی در اثر ذکر و عبادات خالصانه و سیر الله به تدریج ریشه رزائل از نفس خارج شده و انسان از آنها پاک می شود. البته ممکن است برای بعضی مانند این شخص در مکاشفه دیده شود و ممکن است دیده نشود. ولی اصل مطلب که همان پاکی و تهارت از ریشه بعضی از گناهان می باشد حاصل شود که این است که این سعادت بسیار بزرگی است و شاید یکی از معانی تبدیل سیعات به حسنات همین باشد مضمون حدیثی است که اگر کسی در بیابان مسافر باشد و همه مایحتاج و زاد و توشش بر روی مرکبش باشد و آن را در میان بیابان گم کند مرکبش بگریزد و نتواند آن را پیدا کند این شخص از پیدا کردن اسب و زاد و راهله اش ناامید شده تشنگی بر او غلبه نموده آماده مرگ می شود و معیوسانه در گوشه افتاده دست از زندگی شسته است در این هنگام ناگهان اسب با زاد و توشه اش پیدا شود چنین شخصی چقدر خوشحال می شود چنین شخصی چقدر خوشحال می شود؟ در حدیث است که وقتی بنده خدا از راه خلاف و گناه دست برداشته و به سوی خداوند بازگشت نموده و توبه کند خداوند بیشتر از آن شخصی که در بیابان بی بیاب و علف پس از گم شدن مرکب و زاد و توشش آن را میابد خوشحال می شود. البته خوشحالی خداوند متناسب با ذات اقدسش می باشد مسئله خوشحالی و ناراحتی خدا از مباحث کلامی است که در جای خود مطرح شده یکی از معانی و توجیهاتش این است که اگر بنا بود که خداوند خوشحال می شد چه می کرد؟ در هنگامی که می گوییم از اش خوشحال می شود همان کار را می کند و در مورد غذب اگر بنا بود که خداوند ناراحت و غذبناک شود چه می کرد؟ همان کار که در موارد غضب می کند. یعنی خوشحالی و ناراحتی او مانند بشر از روی غلبه احساسات و تغییر حالات در ذات اقدسش نیست. این یک سرنخی است از مباحث غضب و رحمت. شخصی توبه کرده بود نزد صاحب دلی رفت و گفت آیا خداوند مرا میبخشد؟ بخشد؟ صاحب دل گفت وای بر تو. خداوند به دنبال فرار کرده ها فرستاده است. تو که به پای خود و با اختیار خودت آمده ای باز هم شک داری؟ جواب بسیار جالبی است. خداوند متعال فرموده است یا عبادی الذین اسرفو ای بندگان من که اسراف و زیاد روی نموده اید در ستم برخیشتند در این آیه در این فراز از آیه بندگان را به خودش نسبت میدهد ای بندگان گناهکار من پس اگر توبه کنیم خداوند میبخشد و از انسان خشنود می شود حدیث داریم کسی که گناه کند و بداند که اگر خداوند بخواهد او را عذاب می کند و اگر خدا بخواهد او را می بخشد خدا او را می بخشد یعنی این علم و اندیشه باعث بخشش و گناه می شود کسی از خداوند طلبکار نیست هیچ وقت پروردگار به دهکار بندگانش نمی شود اختیار همیشه با اوست و محض لطف و کرم و تفضل است برگرفته شده از کتاب نکته ها از گفته ها گزیده ای از گفتارهای استاد فاطمه نیا جلد دوم صفحات دویست و چهل هفت تا دویست و پنجاه صدای مرتزا قاعدی رشید آبادی